در روز هفته نو به همه شما دوستان عزیز سنسیتی و بردباری میخواهم و با خبرهای نو در سرخط رویدادات تا چند دقیقه نزدیک در خدمتتان هستم. امروز 30 انور از وعده خدمات علاقه اوید ارزون نمودن نرخ اینترنت میگویم. گرونی و کمچینی پیاز در آسیای مرکزی از بازداشت و حضور مهاجران تا پیشنهاد دیگر برای ملتگرایانه سرگی میرونوف. خبرهای بیشتر از این نیز هست. خدمات علاقه توجیکستان میگوید برای بهتر کردن صورت اینترنت و امکان ارزان نمودن تعرفه ها یک ستاد دائمی تاسیس یافته است. الهام جان عطایف معاون رئیس خدمات علاقه در این باره امروز ضمن نشست خبری بیان داشت. این مقام دار افزود نرخ اینترنت پایین خواهد آمد ولی دقیقا نگفت کی. به قول او بیگ صبور رئیس خدمات علاقه برای معین کردن صفت اینترنت به ولایت مختار کوهستان بدخشان سفر کرده است. هفته گذشته پرزیدنت توجیکستان امامعلی رحمان از صفت اینترنت و علاقه و نرخ آن اظهار ناراضگی کرد. او در جلسه وسیع حکومت سپارش داد که نرخ اینترنت و علاقه موبیلی پایین و صفتشان بالا برده شود. ضمناً یکی از موضوعهای دیگری مطرح شده در نشست خبری خدمات علاقه مربوط به سیمکارت هایی بود که تا هنوز صاحبانشان با شناسنامه نو دوباره ثبت نام نکردند. در این باره در برنامه اخبار گزارش خواهیم داشت. موضوع کمبود برق امروز بحث گرمی را در نشست خبری وزارت انرژی به میان آورد و خبرنگاران به تکرار پرسیدند که چرا با وجود افزایش استحصال برق تا حال ساکنان پورا با برق تامین نیستند. پاسخ مقامات بخش انرژی بیشتر روی افزایش طلبات به نیروی برق بود. در جمعه وزیر انرژی کشور گفت هرچند استحصال نیروی برق در سال گذشته به طور رکوردی بلند بود، اما باز هم طلبات به برق در کشور روز از روز افزایش می‌یابد. منتظر باشید بینندگان عزیز، این یکی از دیگر گزارش‌های امروزی برنامه اخبار است. در واکنش به تصمیم رئیس ولایت مسکو و ایده سختر کردن نظرات مهاجران در این منطقه، در هفته گذشته سرگی میرونوف رهبر حزب سفرویلی روسیه بار دیگر با جوری کردن نظام روادید برای شهروندان دولت‌های ایدم تاکید نموده است. این سیاستمدار ملتگرا در صفحه‌اش در توییتر باز هم پیشنهاد نموده است که نسبت توجیکستانی‌ها دادن شهروندی روسیه مراتوری و کارفرمایان برای استفاده کارگران خارجی اندازه ایلووگی بسته شوند. چنین حرفو در شرایط صدام میدهند که مهاجران در روسیه از افزایش ریت ها و فشار ها نسبت آنها شکایت دارند. از جمله به گفته مهاجران توجیک، با وجود داشتن همه حجت های رسمی برای بود و باش آنها را بازداشت کرده و ساعت ها در شعبه های پلیس نگاه میدارند و تنها با ستانیدن جریمه رها میکنند. گذشته از این نوارهایی که به رادیو زودی از سوی کاربران فرستاده شدند، بد رفتاری کارمندان مقامات حفظ حقوق را در نسبت مهاجران به نمایش میگذارد. در یکی از این نوارها 5 میلیسا یک مهاجر را بی‌رحمانه لاتوکوب کرده با سر و روی خونشور به автобус بر میکنند. در ویدیوی دیگر دیده میشود که چی گونه یک گروه مهاجران ساختمانچی با پیدا شدن ماشین پلیس کوشش میکنند از محل کارشان فرار نمایند. کشورهای آسیای مرکزی پای هم صادرات پیاز را با سبب کمبود و گران شدنش به کشورهای دیگر منع دارند. از جمله قرغیزستان بنابر به اعتدال آوردن نرخها در بازار و تامین امنیت آزوقه‌واری بیرون برآوردن آن را ممنوع کرده است. از این پیشتر به خاطر تامین بازار داخلی ازبکستان تا 1 اپریل سال جاری و قزاقستان تا 3 ماه آینده فروش پیاز را به خارج باز داشتند. در بازارهای توجیکستان نیز این شب و روز ارزش پیاز تا 8 سومانی را تشکیل می‌دهد، در حالی که در آغاز سال 2022 نرخ آن 2.5 سومانی بود. بر پایه معلومات اجنسی آمار، در سال گذشته در کشور زیاده از 672 هزار تن پیاز جمع‌آوری گرده است که 6.6% کمتر می‌باشد. ضمناً ماهی جاری گروهی از مقامداران و صاحبکاران قزاقستان هنگام بازدید از ولایت ختلان گفتند آماده‌اند برای خریدن پیاز کشاورزان این منطقه میلیون‌ها دلار پیش پرداخت نمایند. در پای مقامات ختلان سپارش دادند که امسال میدان کشت پیاز در ولایت زیاد کرده شود. نصف روزی 29 انور در روی دوشنبه کلوب صدمه نقلیاتی مرگوار به عمل آمد. به نقل شاهدان انگامی حرکت راننده ماشین از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده است. در نتیجه ماشین از راه بیرون شده به کشتزار کناری راه سرازیر گشت. این صدمه باعث مرگ دو نفر و زخمی شدن یک کسی دیگر از مسافران گردید. همه سال در راههای توجیکستان ده‌ها نفر بر اثر صدمه های نقلیاتی جانشان را از دست میدهند. هفته های اخیر با نظرداشت فوق‌العاده سرد و
пурбарф шудани ҳаво ва яхбандии роҳҳо кумитаи ҳолатҳои фавқулода аз ронандагон дархост доранд ки суръати мошинро ҳангоми ҳаракат аз меъёр баланд накунанд ва аз эҳтиёт кор бигиранд, то боиси садама ва ҳалокати одамон нашавад. Мансабдорони покистонӣ мегӯянд 29 январ дар кӯли Тондои вилояти Хайбар Пахтунхво бар асари чаппа шудани як киштӣ камаш 12 кӯдак ба ҳалокат расид. Корманди хадамоти истирорӣ Билол Файзӣ иброз дошт, ки камаш 5 кӯдаки дигар наҷот ёфтанд, вале дар ҳолати ҷиддӣ қарор доранд. Ба гуфтаи полис, ҳангоми ғарқшавии киштӣ камаш 25 муассили мадрасаи динии Мирбошхел дар дохили он буданд. Амалиёти наҷот идома дорад ва эҳтимол шумораи қурбониҳо бештар шавад. Акнун ру меорем ба қурби асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон, ки аз сӯи Бонки Миллӣ таъин карда мешавад. Имрӯз 30 январ нархи рубли русӣ бе тағйир боқӣ монда, 1000 рубл бар ивази 147 сомонӣ пешниҳод мегардад. 1 доллар 10 сомонӣ ва 28 дирам нарх дорад ва 1 евро бошад 11 сомонӣ ва 18 дирам аст. Бо сипос аз ҳамаи шумо дӯстони меҳрубон, ки дар ин барнома моро ҳамроҳӣ кардед. 4 соат баъд барномаи ахбори озодӣ дорем, аз он ёдатон наравад. Ман мунтазири шумо хоҳам буд. Рӯзатон хуш.